سلام دوستان، اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل این شکل رو با هم تهیه کرده بودیم. تو این شکل که گروه های فرایندی نشون داده شدن و همچنین شاخص های استراتژیک مربوط به طبقه فرایندی فروش و بازاریابی، ما هایپرلینکی رو ایجاد کرده بودیم که به یک ویزیو جداگونه متصل شده بود. اون ویزیو در حقیقت تشکیل شده از تمپلیت BPMN بودش، یعنی ما وارد فایل نیو، طبقات، فلوچارت ها و BPMN دیاگرام شده بودیم. خب تو این جلسه میخوایم یه چنین شکلی رو در حقیقت توضیح بدیم. حتی قبل اینکه به این شکل برسیم باید با استاندارد BPMN بیشتر آشنا بشیم. BPMN BPMN که Business Process Management Notations هست، در حقیقت یک استاندارد جامع برای تهیه نمودارهای فرآیندی مربوط به کسب و کارها می باشد. BPMN اومده سعی کرده با ارائه نمادهای استاندارد زبان مشترکی رو بین تمام استفاده کننده های فلوچارت ها ایجاد بکنه. در واقع کسانی که طراحان فرآیندها هستند از این نمادها استفاده می‌کنند و این فرآیندها رو طراحی می‌کنند و در اختیار اجرا کنندگان این فرآیندها قرار میدن و اونها با دیدن این نمادها میتونن درک بهتری از فرآیند داشته باشن و طرح رو به اجرا نزدیک‌تر کنن و عملی‌تر کنن. خب تو این شکل ما من سعی کردم که نمادهای مختلف و اصلی BPMN رو بیارم و توضیح مختصری درباره اون به شما بدم. یه نکته ای که فقط هستش اینجا قبل اینکه این ارائه رو شروع کنیم، همونطور که خاطرتون هست این بک‌گراند من توی کاستوم بک‌گراند تهیه شده بودش و در تمام پیج ها برقرار شد، اما توی BPMN اگه توجه کنید من اینو میتونم ادیت کنم اما بقیه رو نمیتونم. به خاطر این هستش که من اینجا در حقیقت پروسس کلاسیفیکیشن فریم ورک رو دیگه نمیخواستم و تو همین ویدیو هم میخواستم طراحی کنم. به خاطر این فقط یه مستطیل کشیده بودم و گذاشتم روی این تا قبلی معلوم نشه و این دیده بشه. شما هم میتونید وقتی که بک‌گراندی رو تهیه کردین تو جایی که مثلا میبینین شاید فقط یه تیکه کوچیک قرار عوض بشه، یه چنین کار رو انجام بدین تا کار شما پیش بره. خب حالا وارد BPMN بشیم. BPMN در سال 2004 ریلیز شدش. شما میتونین به وبسایت BPMN واسه اطلاعات بیشتر برین، bpmn.org. تو قسمت داکیومنتس هم داکیومنتایی که در حقیقت برای شما ارائه داده شده رو دانلود کنین و مطالعه کنین و آگاهی بیشتری رو در این خصوص کسب کنید. بعضی از این داکیومنت ها رو من اینجا به شما نشون بدم، کل مدل در از اینجا میتونید دانلود کنید و در حقیقت ببینید. این کل مدل BPMN هست با توضیحات کاملش که شما میتونید اونو مطالعه کنید. همچنین یه داکیومنت جالب دیگه ای که ارائه داده، پوستر مانند یه پوستری رو ارائه داده BPMN که تمام شکلهایی که نمادهایی که استفاده شده رو یه توضیح مختصر براشون برقرار کرده و میتونین به اون مراجعه کنین به صورتی که مثلا میخواین یه نمادی رو سریع ببینین که چه معنی رو داشته یادتون رفت، به این پوستر مراجعه کنین و مفهوم اون رو برای خودتون یادآوری کنین. خب برای شروع توضیح BPMN بهتر بگیم که این مدل از چهار نوع شی استفاده میکنه. این چهار نوع شی های جریان، سیم لین ها، شی های اتصال و آرتیفکت ها هستن که برای کشیدن نمودار ها از اونا ما استفاده کنیم. مهمترین قسمت اونم فلو آبجکت ها هستش. فلو آبجکت ها نماد های هستن که برای کشیدن فلو چارتمون استفاده میکنیم. نمادهای اصلی که توی فلو آبجکت ها وجود داره ایونت ها یا رخداد ها هستن، فعالیت ها و دروازه ها. اگر چیزی رو که توجه کنین من اینجا از کانتینر استفاده کردم، اگه یادتون باشه تو اینزرت
از کانتینرها استفاده میکنیم واسه گروپ کردن چند تا شکل با هم که بگیم توی یه طبقه هستن. همچنین قبل اینکه وارد اینها بشیم، یه دونه دیگه از این کانتینرها که اینجا میبینین و تو اینجا هم وجود نداره، این کانتینر هست که مخصوص BPMه. اگه شما مور شیپ رو بزنین توی قسمت فلوچارت ها، BPMN تیکش رو بزنین، اینجا میادش و میتونیم ببینیم که یک گروپ داره که در حقیقت همون کانتینره و مخصوص نماد BPMNه. به صورت استاندارد تو BPMN از این کانتینر استفاده میکنن. خب حالا ایونت ها چی هست؟ ایونت ها رویداد های ما هستن که معروف ترینشون رویداد شروع و رویداد پایانه. یه نوع رویداد دیگه هم وجود داره که رویداد میانی هست توی BPMN و وقتی که ما توی یه فرایند هستیم وسطش یه رویدادی رخ بده، اون رویداد میانیه. به طور مثال اگه من نوع این رویداد رو بخوام تعریف بکنم، میتونم بگم intermediate, start حالا و end باشه. من میتونم هر کدوم از این ایونت ها رو، مثلا اینجا اگه توجه کرده باشه هر ستاش هست، ولی من میتونم یکی رو انتخاب کنم بذارم اینجا و نوعش رو عوض کنم. ایونت ها اصولا علت یا نتیجه دارن، دلیل، علت یا نتیجه دارن. خب ما اینا رو میتونیم به نوعی از نمادهای BPMN نشون بدیم. مثلا اگه کلیک راست کنین تو قسمت ریزالت، میتونیم بگیم رویداد به صورت مسیج هست، تایمر هست، یه خطایی هست و نوعهای مختلفی که توضیحاتشون طولانی میشه و توی داکیومنت اصلی BPMN تعریف شدن. خب بعد رویدادها فعالیت ها هستن. اگه یادتون باشه تو مدل APQC هم ما فعالیت ها رو داشتیم. اگه مدل APQC رو بیارم، یادمونه که طبقه اول کاتگوری ها بودن، بعد گروه های فرآیندی بودن، بعد فرآیند ها بودن و بعد اکتیویتی ها. تو BPMN هم ما در حقیقت سطح اکتیویتی ها رو داریم. اکتیویتی البته تو BPMN بر اساس APQC جدا نکرده، اینجا به صورت کل همه را اکتیویتی معنی کرده و گفته من اکتیویتی دارم و اکتیویتی من دو نوع هستن، یا یه کار هستن که نمیتونیم اونا رو تجزیه کنیم و خردتر کنیم، یا نوعی هستن که زیر فرآیند هستن و اونا رو میتونیم خردتر کنیم. در حقیقت اگه من یک نمودار BPMN هم یک زیر فرآیند رو نشون بدم، باید طوری باشه که یک زیر فرآیند رو روش کلیک کنم بره یه جای دیگه و یک سری وظیفه به من نشون بده که به خاطر همین زیرش علامت مثبت قرار داره، یعنی در حقیقت اکسپند میشه، باز میشه و میتونیم زیر فرآیند رو ببینیم. البته تو خود همون صفحه باز نمیشه، یک صفحه دیگه از VPN که هایپر لینک هست و باید ایجاد کنی که اون زیر فرآیند قرار داره. واسه فعالیت ها هم ما میتونیم نمادهای مختلفی به کار ببریم. مثلا بگیم لوپ داشته باشه که در حقیقت یه کار تکرار پذیر باشه، یا نوع تسک مثلا سرویس باشه که یه سری شکل‌های کوچیک اینجا میذاره که ما درک بهتری رو در هنگام دیدن این کار داشته باشیم یا این فعالیت داشته باشیم، که توضیحات بیشتر اونم باز تو داکیومنت اصلی BPMN وجود داره. خب بعد فعالیت ها گیت‌وی ها هستن. گیت‌وی ها توی قدیم ما در حقیقت تصمیم اونا رو میشناختیم. تصمیمات اینطوری بود که یک سری ورودی میومد، بر اساس اون اطلاعات ما یه تصمیمی میگرفتیم و میگفتیم چه کاری انجام بشه، که به صورت جنرال یس و نو همیشه یه تصمیم معروف بودش که یه کاری وارد میشد، یه سری دیتا میگرفتیم، ما میگفتیم بله این کار انجام بشه، خیر اون کار انجام بشه، یا اینکه احتمالی انجام میدادیم، میگفتیم که یه سری دیتا، یه سری ورودی میومد اینجا، خروجی ازش نشد میشد که مثلا میرفت به فعالیت، یه خروجی دیگه میرفت به یه مثلا زیر فرایند. خب میتونست یه سو نو باشه، بگیم این بر اساس ورودی که میاد یس بیاد اینجا، مثلا سوالی بود آیا این کار درست است، یس پس این کار انجام بشه، آیا این کار درست نیست، نو درست نیست، پس این زیر فرایند انجام بشه. مثلا معروف‌ترینش این بود که یس و نو هستش. حالا ما توی BPMN یه مفهوم خیلی کلی تر از اونو میتونیم استفاده کنیم که شکل‌های مختلف و بر اساس اون مفاهیم قرار داده.
اولین مفهوم در حقیقت واسه یک گتوی استاندارد هستش، یک گتوی تایپ اون اکسکلوسیو دیتا هست که این با نماد هست و این بدون نمادش هست. این دوتا با هم یکی هن که میگه خروج، یعنی وقتی که از این خارج میشیم تنها یک مسیر فعال میشه، یا یسه یا نوه، یا این کار انجام میشه یا اون کار انجام میشه. وقتی که بهش وارد میشه، اگه من چند تا ورودی به این داشته باشم، اینجا رو ببینین، مثلا من یه ورودی از این دارم، یه ورودی هم از این دارم و غیره، میگه اگه چند تا ورودی داشته باشیم، بیشتر از یک ورودی داشته باشیم، هر کدوم از اینا که زودتر تموم بشه باعث میشه که این گتوی فعال بشه و بگه خب خروجیمون حالا چی میشه، که یک مسیر رو انتخاب کنه. پس این گتوی داره میگه اگه من ورودی ها چند تا ورودی داشته باشم، کافیه حداقل یک کدوم از اینا کارش تموم بشه تا این فعال بشه. این هم همین مفهومو داره، فقط این با نماد هست و این بدون نماد هست. خیلی جاها با نماد استفاده میکنن که درک بهتری وجود داشته باشه. نوع بعدی گتوی پارالل هستش که کارو به صورت موازی در حقیقت ما میتونیم انجام بدیم. خیلی جاها هست که ما میگیم دوتا کار به صورت موازی انجام میشه، هم این انجام میشه هم این. به طور مثال من اگه خروجی داشته باشم، دو تا خروجی داشته باشم، تمام این دو تا مسیر، حتی چهار تا مسیر، پنج تا مسیر، هر چه تعداد مسیر که هستش، با هم به صورت همزمان شروع به کار میکنن. اگه من چند تا هم ورودی بهش داشته باشم، به من میگه که زمان این گتوی فعال میشه تا قبلش خاموشه. زمان این فعال میشه که هر دو تا این رویداد انجام شده باشن، هر دو تا فعالیت قبلیش انجام شده باشن، پس تمام مسیرها باید کارشون تموم بشه، بعد این گتوی فعال میشه. و بعد اینکه این گتوی در فعال شد، میگه که این دو تا کار هم همزمان با هم شروع به فعالیت کنن و روشن بشن، که مفهوم گتوی موازی هستش. آخرین گتوی، آخرین که نه، یعنی آخرین نوع پرکاربرد گتوی اینکلوسیو هستش. این گتوی به ما داره میگه که در صورتی که ورودی داشته باشیم، چند تا ورودی داشته باشیم، مثلا از این بیاد و از اینم بیاد، خب و بیشتر هم میتونیم داشته باشیم، یکی هم از این بیادش، میگه زمان این گتوی من فعال میشه که تمام مسیرهای فعال اون تموم شده باشن. مثلا ما یک جریانی رو داریم، سه تا جریان داریم اینجا در حال حاضر، این جریان خاموشه، توش جریانی وجود نداره، یه مدار برقی رو در نظر بگیریم که از این جریان برق در حال حاضر نمیذاره، کلیدش خاموشه و این دوتا جریان دارن. پس وقتی که این دوتا جریان دارن، حتما باید این دوتا کارشون تموم شده باشه تا این شروع بشه. حالا به رویداد بزنیم منطقی تره، باز حتما باید این دوتا کارشون تموم بشه تا این شروع بشه. حالا مثلا این دوتا غیر فعال باشن، این فعال فقط باشه، پس این باید کارش تموم شه، یا هر سه تا اگه فعال باشن، پس هر سه تا باید فعال باشن. و در زمان خروج، در زمان خروج هم به ما میگه که اگر من چند تا خروجی داشته باشم، مثلا یکی به این بره، یکی هم به بغلیش بره، به من میگه که ممکنه هر دو اینا همزمان با هم شروع به کار کنن، ممکنه فقط یکیش هم شروع به کار کنه، یا ممکنه هیچ کدوم، یا ممکنه اگه سه تا داشته باشم، دو تا از سه تا شروع به کار بکنن. خیلی جاها این اتفاق میفته که من سه تا خروجی دارم، اما ممکنه فقط دو تا از اونا فعال بشن و شروع به کار بکنن و یکیش خاموش باشه. در خیلی از وقتها تو جاهایی که من از احتمالات استفاده میکنم، یا چنین گتوی شاید خیلی پرکاربرد باشه. خب وقتی که با شیهای جریان آشنا شدیم، یکی دیگر از پرکاربردترین اشکال BPM سویم لین ها هستن. سویم لین ها از دو تا نوع تشکیل شدن، اینا رو بهش میگن لین و اینا رو بهش، این هم در حقیقت همون لین ها هستش، اشتباه گفتم، به اینا میگم پول و به این میگن لین.
حالا چه معنی دارن؟ یک پول در حقیقت معنی همون استخر ما رو میده، یک استخری از فعالیت ها و کارها هستش. من یک استخری از فعالیت ها و کارها رو اینجا دارم. تو مفهوم بیزنسی در حقیقت میگه که این فعالیت ها، این کارها که تو این پول هستن توسط چه جایگاه شغلی انجام میشن. مثلا مدیریت داره این کار انجام میده، یا در حقیقت کارشناس فروش داره این کار انجام میده. یک جایگاه شغلی رو میتونم واسش تعریف کنم، اما حتما نباید جایگاه شغلی باشه. میتونه یک واحد باشه، واحد در حقیقت فروش داره این کار انجام میده، واحد بازاریابی یا فروش داره این کار انجام میده، شاید اصلا واحد فنی داره این کار انجام میده. یک واحد رو واسش معنی کنم. پس در حقیقت پول من داره نشون میده که چه کسی یا چه جایگاه شغلی یا کی داره چه فرآیندی رو انجام میده. زمانی که من بخوام دو لول از در حقیقت جایگاه ها رو نشون بدم، از لین همینجا استفاده میکنم. میام میگم که چه جایگاه شغلی داره این کار رو انجام میده، مثلا اینجا کارشناس فروش داره انجام میده، این یه لول، و اینجا هم واحد فروش و بازاریابی. اینجا دیگه من دو لول دارم که خیلی جاها شاید واسه من دو لول کاربردی تر باشه، بدونم که چه شخصی تو چه واحدی چه کاری رو داره انجام میده و مفید باشه واسه من. اینم خب مفهوم سویم لین هست که واسه طبقه بندی بهتر فرآیندا پرکاربرد. شیهای بعدی شیهای اتصالن. من فرآیندای خودم رو از طریق این شیها به هم متصل میکنم. از شی اول واسه در حقیقت نشون دادن توالی کارها استفاده میکنم. میگم اول این کار انجام میشه، بعد این کار انجام میشه، بعد یه تصمیمی میخوام بگیرم و غیره. خب این نوع واسه نشون دادن پیام ها هستش. من میگم که اینا که داره انجام میشه، به طور مثال وقتی که این انجام شد یک پیامی صادر میکنه که این پیام میره به فعالیتی که تو اینجا هست، میاد به اینجا مثلا. این داره به این یه پیامی رو میده. خیلی وقتا پیام ها باعث ایجاد یک رویداد میشن. من تو یک فرایند هستم، یک پیام صادر میکنم، یک رویداد میانی اینجا ایجاد میشه که باعث شروع این رویداد، باعث ایجاد کار میشه تو این و به من یک کاری رو تعریف میکنه. و میاد اینجا یک کاری رو واسه من تعریف میکنه. پس این یک رویداد میانی الان اینجا هست که نوعش هم میتونم مسیج بذارم. در حقیقت میاد به من یه مسیجی رو ارائه میده که این مسیج ارائه شده، اینا هم اگه تو این واحد باشن، این مسیج وارد این واحد میشه و این کارش انجام میشه بعدش. خب بعدی اسوسییشن هستش. اسوسییشن ایجاد یک رابطه رو میگه بین دو تا پول. یعنی من الان اینجا یه تسکیو دارم، اینجا هم یه تسکیو دارم، بین این دو تا یه رابطه وجود داره. حالا توضیح این رابطه رو میخوام بدم، مثلا اینجا فقط میتونم بگم یه رابطه وجود داره. میخوام توضیح بدم این رابطه چیه، اینجا می نویسم همکاری تلفن مثلا، هر چیزی، یه همکاری داره بینش انجام میشه، یه رابطه‌ای وجود داره بین اینها که میتونم اینطوری نشونشون بدم. خب تو قسمت بعدی آرتیفکت ها هستن. آرتیفکت ها واسه در حقیقت نمایش بهتر دیگر موارد توی بی پی ام ان ایجاد شدن. شاید خیلی جاها من میخوام یه دیتا آبجکتی رو نشون بدم، یه شی داده ای رو نشون بدم، یه مستند مثلا اینجا وجود داره، مستند 0345 به طور مثال. میگم اول مثلا اینو بعد مطالعه کنه طرف، البته میگم مطالعه داکیومنت سفس مثلا 44، بعد میتونم با این نماد اون داکیومنت رو نشون بدم. یا اینکه اصلا یه داکیومنتی داره، مثلا این فعالیت داره یه داکیومنت هستش، مثلا میام اینجا میزنم، میگم این فعالیت یه داکیومنتی رو داره باشه، همراه هستش مثلا، میتونم اینطوری نشونش بدم. یا حالا طریقه مختلف که از این اسوسییشن ها میتونم استفاده کنم، ببخشید از این آرتفکت ها میتونم استفاده کنم.
این آبجکت آرتیفکت که من گرفته بودم دیتا آبجکت بود که یک شی داده رو نشون میداد، این یکی دیتا استور هست که دیتابیس میتونه باشه مثلا ما SQL یا هر چیزی، این یکی که یک مسیج هست، یک پیام هستش و اینم یک کال اوت هست. وقتی که من بخوام در مورد یک موردی توضیح بدم، مثلا اینجا میام اینو به این متصل میکنم، یعنی نقاط زرد رنگش باید به این متصل بشه، بعد میام توضیح میدم، میگم این کار دارای اهمیت بسیار زیادی است. مثلا یک توضیح دادم اینجا. این کال اوت مخصوص بی پی ام ال هست. من کال اوت های مختلفی تو ویزیو دارم اگه خاطرتون باشه. بزنین برگردونم. خب کال اوت ها تو قسمت اینزرت تو کال اوت من یه شیء بگیرم میتونم کال اوت های مختلفی واسه شون قرار بدم. من اینجا هم واسه اینا یه کال اوت گذاشتم. اما بی پی ام ال یه کال اوت استاندارد داره که میگه این در حقیقت کال اوت استاندارد من هست و واسه توضیحات میتونین از اون استفاده کنین. خب شکلی که ما توی کشیدن یک بی پی ام ال اولیه لازم داریم و توضیح دادیم، امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشین. تو جلسه بعد ما وارد این نمودار خواهیم شد که فرایندمون و فعالیت ها رو توی اون فرایند ها نشون دادیم و بهتون میخوایم نشون بدیم که چجوری شروع کنیم یه نمودار بی پی ام ال بکشیم و یکی از این فعالیت ها رو انتخاب میکنیم و کارهایی که تون فعالیت داره انجام میشه رو با هم خواهیم دیدش و یه نمودار بی پی ام رو در کنار هم خواهیم کشید. امیدوارم براتون مفید باشه و استفاده لازم رو برده باشید. خدا نگهدار.